در قسمت پیشین دزدان انبار گندم شیروان را غارت کرده و شبانه گریختند. این دسیسه در پی انتقام از ابراهیم به دست مظفر تدارک دیده شد. دزدان همه یکیسا را در مخفیگاه پنهان داشتند تا دگر روز به تجارت ببرند. ابراهیم در دل می‌دانست دزدان با چه هدف دست بدین کار زدند، اما مردمان همه عاصی از این واقعه سراسر به ابراهیم تاختند. ابراهیم از مردمان نرنجید که حق را به ایشان می‌دانست و یقین یافت این دزدی دسیسه ای است تا وی را در میان مردم بی‌اعتبار سازد. و اینک ادامه ماجرا. خدا ننه هاجر را خیر بدهد که این را به من یاد داد. اما کم هم محکم‌تر باشد بهتر است. صدا می کند. خب دیگر سیمرغ هم نمیتواند سبد را بجنباند، چه رسد به این کلاغ تکیده. خب اکنون بروم بقیه کهنه ها را بشویم. زمان به خیر گذشت. آره. این سبد اینجا چه می‌کند؟ این سبد سوراخ چه داشته که کلاغ را بدان کشانده و در این مهلک گیر افتاده؟ یا اینکه کلاغ در حمله به سبد به دام افتاده. اما شادی و شعف عماد از برای چیست؟ به حتم دام افتادن کلاغ بر سبد ترفنده عماد بوده. آری، کار خود اوست. دیگر نیازی نیست که به شور بنشینیم. به گمانم گره معما باز شد. ما که هنوز کاری نکردیم و بحثی نداشتیم. آن سبد چه داشت که سرورم را دگرگون کرد؟ سبد چیزی در بر نداشت. ببینم فرمانده، یاد دارم که گفتی در اطراف شهر درازگوشی باربر از آن کاروان دزدان به جا مانده. میخواستم بدانم باری بر آن بجاست یا الاغ برهنه پالان است؟ هیچ از آن کیسه های گندم با او هست؟ آری سرورم، چند کیسه بر او سوار و چند تایی هم در کمی دور دریافت شد. اما قربان کیسه ها، البته که کیسه ها عیان میکند که از انبار ما بوده. من میخوام بدانم کیسه ای بوده یا نه. بله قربان، 4 یا 5 کیسه به همراه داشت. به گمان دارم سرورم کیسه ها را از برای طعمه دزدان قرار داده. آری، شما چگونه چنین اندیشیدید قربان؟ پسر نابغه هم راه حل طعمه برای بازگشت دزدان را بر من بیان کرد. وای خدا مرگم دهد. خدای من عزیزم، خدا را شکر. لیلا، حواست کجاست؟ نمیدانی به غفلتی او به دنبال چیزی روان شود؟ مرا ببخشید بانو. از آن سبد که بر او نهادی چه شد؟ پروین بانو، سرورم ابراهیم به درگاهی در ایستاده به همراه یارانش. همان سبد گم شده نیز به دست اوست. ابراهیم با یارانش چرا داخل نمی شوند؟ لیلا، برو استقبال کن از ایشان و آنچه را که خواهند از برایشان فراهم ساز. تعارف کن که به درگاهی در نباشند و به حیات آیند. بدیدی مادرت چه گفت؟ من 1000 کار دارم تا این میهمانان ناخوانده را پذیرا باشم. پس پسر خوبی باش و شیطنت نکن. آفرین. بار افتاده اوراق را بر او دوباره ببندید و در همان جا که یافتیدش رهایش سازید. سخت مراقب باشید که شما را کس نمیدن. اگر خداوند بخواهد همین امشب مخفیگاه دزدان را آشکار سازیم. خودش هست؟ آره، خودش هست. این همان درازگوش نابکار است که میخواست سرم را به باد دهد. الاغ خوبی است اما خوب نافرمان است. خیلی ها نافرمانی میکنن. این زبان بستن به روی آب. این الاغ چه دارد که سنگش را به سینه میزنی؟ هیچ ندارد اما معرفت سرش میشود و مرا خوب میفهمد، بهتر از خیلی ها. این خیلی ها منظور چیست؟ من که نیستم، چون اگر معرفت نداشتم تقصیر تو را به گردن نمی گرفتم. البته آن خواهشی که از کردم برای آن بود که کس شک نکند من الاغ را به عمد. خاموش باش، خاموش. مگر مرا نمیشناسی؟ من بوی سربازا را حس می کنم. آنها الان راحت خوابیده. چیه؟ این بار الاغ را نبریم کارمان تمام است. راست میگی. برو و او را بگیر. باریکالله. الاغک من. بگیرش. چه خبر است؟ چرا جلوش دراز کشیدی؟ باشو بگیرش. با او کرنش میکنی؟ احمق، پاشو بگیرش. ای بی مرا، با من که رفیقت بودم. سب کن، حسابت را میرسم. لعنتت کنم حیوان. بگیرش سب کن. باشه گرفتمت. سمیرزا اگر بفهمد روزگار ما در می آورد. بابا تو پشت سر من افتادی، چرا پشت سر اولاغ بیاد؟ اولی بی ارزه من را میخوای بگیری؟ اولاغ را بگیر. اگه مردی تو بگیرش. من که اما لگت زده اصلا نمیتوانم بود رو آورسم. یالا از زود باش. بایسا ایوان، بایسا ببینم. گرفتمش. آفرین، آخر کنم گرفتمش. اگر پیمان زرنگ بیشتا. بیا ببینم. برو حیوان. این راه که میروند به کوههای اسفراین میرسند. به گمانم مخفیگاه ایشان به اورگنج باشد قربان. فکرش را هم نمی کردم بدین راه کس را توانه رفتن باشم. بهتر است سریعتر رویم که در پیچ راه گمشان نکنیم. سرورم، تا این دانه ها برخاکند ما را بیم گم شدن نیست؟ آری درست است، اما دانه ها طعام خوبی است از برای پرندگان. آری حق با شما سرورم، همه همان کنیم که شما دستور فرمایید. تا رسیدن به مقصد نباید بر ایشان عیان شویم، پس فاصله به اندازه حفظ. آری همه سربازان را به یک جا جلو نبریم که نتوان پنهان شد. شما از آن سو شوید که همه صخره است و شما نیز بدان سو در پس ما آیید تا دستورتان ندادم کسی جلوتر نیاید. شنیدید که سرورمان ابراهیم چه گفت؟ نباید کسی خطا کند که همه نقشه ها نقشه براب شد. حال آماده باشید، دستور دهید به راه میافتیم. پروردگار مرا یاری ده که به یاریت نیازمندم. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت.